أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. از کودکی همیشه شما را در حال گریه برای یوسف دیدم. عمر من شاید پایان یابد، اما گریه های شما پایان نمی آمد. گریه در فراق فرزندی که 11 جانشین دارد از عقل سلیم به دور است، اما من در فراق کسی گریه می کنم که همه آمالم در وجود او تحقق می آمد و تا وقتی این فراق پایان نیابد این گریه هم پایان نخواهد یافت. علت انتصاب یوزارسیف به پیشکاری قصر که جایگاه مهمی است و مردی با تجربه و کارآمد را می‌طلبد چیست؟ از زمان آغاز بیماری هونیفر تمام امور قصر به دست یوزارسیف انجام می‌شود. او برای من هم پیشکار خوبی است و هم مشاوری حکیم. هم مشاوری داناتر از او ندیدم. مشاور؟ یعنی در مواقع ضروری میتوان با یوزارسیف مشورت نمود؟ Thank you.
خداوند هونیفر را در آرامش ابدی قرار دهد. منظور یوزارسیف کدام خداوند است؟ شما با من کاری داشتی؟ بانو زلیخا شما را احضار کرده است. شما بروید، خواهم آمد. چه شده سیتنه؟ چرا کسی گریه میکنه؟ نمیدانم جناب پیشکار، هرچی میکنم ساکت نمیشود. چه شد؟ چه بگویم؟ کسیم بهتر میداند. او از گریه ایستاد، نه من. از خودش بپرس. ولی این که نمیتواند سخن بگوید. سپاسگزارم جناب یوزارسیف. خدایان تو را حفظ کنند. گمان نمی کنم او خدایان را قبول داشته باشد. یوزارسیف میگوید خدایانی که بند تنبانشان را دیگران محکم میکنند چگونه میتوانند امثال یوزارسیف را نگه دارند؟ تو کافر شدی میمی سابو، این چه سخنیست که میگویی؟ من گفتم، من نگفتم، این سخن من نیست، گفتم که یوزارسیف میگوید. به راستی خدایان میتوانند کسی را نگه دارند؟ جناب یوزارسیف منتظر ورود هستند. بگو وارد شود. خودت هم بیرون باش. درود بر بانو زلیخا. من به جناب پوتیفار قبطه می‌خورم که هر زمان اراده می‌کنند می‌توانند از وجود مشاور حکیمی چون شما بهره مند شود، ولی ما دستمان کوتاه است. به خاطر ندارم که بانو احضار کرده باشند و اطاعت امر نکرده باشند. پیش از این بیشتر جویای حال ما می شدید، اما مدتی از ستاره ها هم دست نیافتنی تر شده. اکنون که در زمین و در محضر بانو زلیخا هستم، اگر امری هست بفرمایید. بسیار خوب، وقت پیشکار بزرگ را زیاد نمیگیرم. بنشینید، خواهم گفت. یکی از زنان اشراف تپس به همسر خود خیانت کرده است. لحظاتی پیش این مطلب را شنیدم. خیلی ناراحت شدم. به نظر شما با این زن چه باید کرد؟ یا بهتر بگویم یوزارسیف درباره این زن چه حکم میکنند؟ برای حکم کردن دانستن جزئیات بیشتری لازم است. مثلا باید دید خیانت این زن برملا شده یا نه. آیا او این خطا را فاش میگوید یا از برملا شدن آن شرمنده است؟ آیا کنیز زرخرید بوده یا زنی آزاد؟ آیا فرزند دارد یا ندارد؟ آیا شوهر اون زن او را دوست داشته و علاقش را ابراز میکرده یا نه؟ آیا همسر این زن او را از هر نظر تأمین می کرده یا در مضیقه و تنگنا قرار می داده؟ باید دید او به کدام آینه است و چندین سوال دیگر. این همه سوال برای یک قضاوت؟ بیهوده نیست که پوتیفار در همه امور با شما مشورت می کند. تا پاسخ این سوال ها و چندین سوال دیگر روشن نشود حکم درستی نمی توان داد. من پاسخ هیچ یک از این سوال ها را نمی دانم. فقط شنیدم عاشق شده است. باور نکنید بانوی من، عشق مقدس است.
عاشق اهل خیانت نیست. کار دل است، دلیل و منطق نمی شناسد. عاشق ناپاکی را به حریم پاک و مقدس دل راه نمی دهد. هوس را نباید عشق معنی کرد. ببینم یوزر سیف، آیا تا کنون عاشق شده ای؟ آری. او کیست؟ کسی که مرا با عشق خود به سوی معبود حقیقی رهنمون شد. پدرم. چه کسی گفت وارد شوید؟ مگر استبل چهارپایان است؟ چشم. پیر شده اما عاقل نشده. او شما را دوست دارد و خود را محرم خلوت‌های شما می‌داند. وگرنه سرزده وارد نمی‌شد. بگذاریم. سوالی دارم که در پاسخ آن مختارید. آیا تا کنون کسی به شما مهرورزیده است؟ آری. مهرورزی و ابراز علاقه اطرافیان برایم جز رنج و مشقت حاصلی نداشته. اما فاقه به خاطر علاقه وافری که به من داشت، حسادت برادرانم را بر علیه من برانگیخت و ابراز و محبت پدرم مرا به غر چاه و اسارت و درد فراق مبتلا کرد. نه، من منظور من اینها نیست. سوال من در مورد ابراز علاقه زن هاست. خیر بانوی من. گهگاه سنگینی نگاهشان را احساس می کنم، اما به آنان توجه نمی کنم. بسیار خوب، می توانید بروید. در مورد آن زن هم سوال می کنم، در صورت لزوم با شما مشورت خواهم کرد. سنگینی نگاهشان را احساس میکنم، اما توجهی نمیکنم. اتفاقی افتاده بانوی من؟ فراموش کرده که یک برده است. با کنایه به من میفهماند که به ابراز علاقه من بیتفاوت است. حق دارد. پاسخ اشرافزاده ای که مهر برده ای را در دل می پرورد همین است. خواهیم دید. از این پس هر چیزی برای او ارزش قائل نخواهم شد. چرا او را از قصر بیرون نمی کنید؟ اصلا چرا او را تبعید نمی کنید؟ با وجود پوتیفار از علاقه او به یوزارسیف بیخبری؟ با این وصف تصمیم شما درست است. بی توجهی. هرچه زودتر مقدمات یک جشن با شکوه را فراهم کنید. میخواهم خود را در عیش و نوش غرق کنم. یوزارسیف در خیال خام است. آنقدر فکر و روح خود را مشغول کنم که دیگر جایی برای او باقی نماند. این مجلس برای خوشگذرانی شما تدارک داده شده. مایلم که بسیار خوش بگذرانید و شاد باشید. این خواندان به خدایان کافر شدند. به آمون اهانت میکنند. فرمانده سواران آمون را مضروب میکنند. من فکر میکنم زلیخا با غلام ابرانی خود را بده دارد. میگویند او یک غلام زیبارویی را در خانه خود دارد. تا
تو هنوز پس از 10 سال کینه جناب پوتیفار را دستینه داری. یک بار شوهرت به دست پوتیفار تنبیه شده، میخواهی زلیخا را بدنام کنی؟ از خنده هایتان پیداست که سخنان مرا باور ندارید. ما هم چیزهایی شنیده ایم، اما باور آن برای ما مشکل است. بسیار خوب، بسیار خوب، پس با من بیایید. می توانم از بانو زلیخا سوالی داشته باشم؟ اگر درباره جنگ قدیمی معبد و پوتیفار نباشد، اشکالی ندارد. خیر، در مورد غلام کنعانی شماست. در مورد آن غلام چه می خواهی بدانی؟ هیچ، فقط می خواستم بدانم او کجاست، اینک چه می کند. هرچه نگاه کردم او را نیافتم. تو برای تفتیش و جاسوسی به اینجا آمده ای یا برای مهمانی؟ نکند آنخماهو یا پادیامون تو را برای خبرچینی به اینجا فرستادند؟ بیایید میل بفرمایید، این هم سهم شماست. بردارید، بردارید. چرا ناراحت شدی؟ ما وصفه رو زیاد شنیده بودیم و میخواستیم او را ببینیم. اشکالی دارد؟ ولی من اگر جای بانو زلیخا بودم، این غلام زیبا روی را در پشت هزار در بسته پنهان میکردم تا نظربازان مصری به او چشم طمع ندوزند. راستی کجاست؟ صدایش کن تا ببینیم. دیدی؟ نگفتم؟ اگر خبرهایی نبود این همه ناراحت نمیشد. یعنی با یک غلام عبرانی رابطه دارد؟ شما اصلا شبیه به اشراف و بزرگزادگان نیستید، بیشتر شبیه به گوسفند چرانان طامات و کنعان هستید تا وارثان تمدن کهن مصر. خیلی به دنبالتان گشتم، چرا در تاریکی نشسته اید؟ میخواهم تنها باشم. پس میهمانانتان؟ به عذاب خدای آتش گرفتار شود، بروند به غرق. شما باید به کاخ بازگردید. میدانید آنها در غیاب شما چه حرف ها میزنند؟ آنها ذهن دیگران را مسموم میکنند. همه اینها به خاطر یوزارسیف است. یا باید یاد و خاطر او را از لوح وجود خیش پاک کنم، یا وجود او را از صفحه روزگار محو خواهم کرد. یعنی شما می توانید او را از صفحه روزگار محو کنید؟ یعنی او را بکشم؟ نه، این از من بر نمی آید. پس او را تبعید کنید، این را هم نمی توانید؟ با وجود پوتیفار این نیز غیر ممکن است. بعد از هونیفر به هیچ وجه حاضر نیست یوزارسیف را نیز از دست بدهد. با یک مسافرت موافقید؟ ایشک مدت دوری تمام خاطرات را از ذهنتان پاک خواهد نمود. مقدمات سفر به منفیس و دلتای نیل را فراهم کنید. حال که نمیتوانیم یوزارسیف را از اینجا دور کنیم، خودمان از اینجا دور خواهیم شد.
امیسا با از انبار لباس به مقدار لازم لباس تحویل بگیر. از انبار آذوقه هم مایحتاج خود را تامین کنید. جناب یوزارسیف، ما همگی از شما سپاسگزاریم. اگر کمک های شما نبود، ما هنوز در همان لانه های سرد و نمور زندگی میکردیم. خدایان شما را حفظ کند. به نزد مادرت برو. خدایان اگر میتوانستند شما را از این وضع نجات میدادن. این مختصر تغییر نیز از عنایت خداوند است، نه خدایان. او از کدام این خدا سخن گفت؟ بعدا برایت میگویم. الهی، یوسف بدون تو هیچ است، همه بدون تو هیچ هست. خداوندا لحظه یوسف را به حال خیش رهایش مکن. هرگاه که فرشته وحی نازل نمی شود احساس تنهایی می کن. پاروها داخل آب. حرکت میکنیم.
مکان زیبایی است. بارها با شما به اینجا آمدم اما هیچگاه خسته نشدم. نمیدانم چرا این بار اینجا را دلگیر می‌کنم. درگذشته دلنشین‌تر بود. مروارید بانو، یک مروارید. ببینید بانو چه مروارید بزرگی است. زیباست. زمانی دیدن چنین مرواریدی شما را به وجد می آورد، اما حالا آن زمان گوهری زیباتر از این را ندیده بودم. زلیخا دخترم چه شده؟ مثل اینکه خوشحال نیستی. گمان میکردم با دوری از او آرامش خیال خواهم یافت، اما گویا رنج دوری و مهجوری سخت تر از عذاب نزدیکی و همجواری است. هنوز چند روزی بیشتر نگذشته، به تدریج فراموش خواهید کرد. هرچه بیشتر میگذرد بیشتر ذهنم را مشغول میکند. میترسم دیوانه شوم. بگو کشتی بازگردد. اجازه دهید چند روزی بگذرد
اگر مؤثر واقع نشد. به تپس باز میگردیم، آماده حرکت شدید. سر جای خود عباس ها بیان مادا. هنوز هم میخواهید چون گذشته در جای جای قصر بیستید و با حسرت یوزارسیف را بنگرید؟ تا یوزارسیف را تسلیم خود نکنم از پای نخواهم نشست. تو نیز در این کار باید یاریم کنی. من برای خوشنودی شما از هیچ کاری فروگذار نخواهم کرد. از این ماجرا کسی نباید بوی ببرد. به شما اطمینان میدهم، اما با همه این تلاش ها اگر یوزارسیف نپذیرفت چی؟ را خواهم کشت. بانوی زیبای من را به قصر خوش آمد میگوییم. سپاسگزارم خداوندگار من. امیدوارم خوش گذشته باشد. سفر خوبی بود. به قصر خوش آمدید بانو. سپاسگزارم یوزارسیف. بانو زلیخا در قصر خود منتظر شما هست. یوزارسیف اجازه ورود میخواهد. درود بر بانو زلیخا، ورود شما را به قصر خیر مقدم میگویم. امیدوارم سفر خوش خاطره و با نشاط را سپری کرده باشید. سپاسگزارم یوزارسیف، سفر خوبی بود. میخواستم گزارشی از وضعیت قصر و حوادث و مسائلی که در غیاب من رخ داده بشنوم. مطلب قابل ذکری نیست الا اینکه کارهایی در جهت پاکسازی و نظافت قصر صورت گرفت. خوابگاه خدمتکاران و برده‌ها که قبلا بسیار نابسامان بود مرمت و بازسازی شد. تغییراتی در پوشش لباس خدمتکاران و اصلاحاتی در انبارهای آذوقه و لباس صورت گرفته است که گزارش کامل آن بعداً به عرض خواهد رسید. این همه کار و تلاش در مدت کوتاهی که من نبودم؟ کاری اضافه بر وظیفه انجام نگرفته بانوی من. این تلاش‌های شما قابل تقدیر است و من به عنوان سپاسگزاری مرواریدی را که صیادان ما در همین سفر از نیل صید کرده اند به شما هدیه می کنم.
من انجام امور قصر را یک وظیفه میدانم و همیشه مدیون محبت های شما و آل جناب پوتیفار هستم. بردار، از آن توست. سپاسگزارم بانو. نمیدانم این سر به زیری جناب پیشکار نشانه ادب است یا بی‌اعتنایی. خیر بانوی من، بنده باید در پیشگاه خداوندگار و ارباب خیش همیشه سرافگنده و شرمسار باشد. پس چرا پیشتر این گونه نبودی؟ پیشتر کودکی رشد نایافته بودم که رسم بندگی نمیدانستم. اما من آن صمیمیت و صداقت خردسالی را به این ادب و احترام بزرگسالی ترجیح می‌دهم. هر زمان اقتضای خود را می‌طلبد. یوزارسیف از شما ادب داشتن و احترام گذاشتن را آموخته است. از من جز این نخواهید دید. دمی بنشین. می‌خواهم به یاد دوران کودکی که پرستاری و تیمارداریت میکردم قدری نگاهت کنم. مرا عفو کنید بانو، بخشی از امور قصر مختل مانده. اگر بانو اجازه دهند از حضورشم مرخص شدم. بسیار خوب، میتوانی بروی. نفهمیدم منظورش از خداوندگار شما بودید یا خدای خودش. دیدی چقدر زبان باز و زیرک بود؟ بی‌اعتنایی و غرورش را تواضع و فروتنی جلوه داد. هر کجا برود در چنگ من است. نمی سابو، چه شد دانیل جناب؟ با من کاری داشتید؟ چه خبر؟ سیر و سیاحت خوش گذشت؟ هم آری هم نه. تا زمانی که بانو زلیخا میگفت و میخندید بد نبود، اما زمانی که کج خلق و ترش رو میشد ما هم با خنده ودا میکردیم. به همراه رودامون به بازار بروید، این مروارید را بفروشید و برای خدمتکاران برده ها سیرانداز و روانداز تهیه کنید. این را از بانو زلیخا هدیه گرفته اید؟ آری، اما به کار من نمیآید. هدیه ی ارزشمندی است، آن را نگه دارید. نیازی به آن ندارم، بگیر. راستی چه شد که زود بازگشتید؟ بازگشتیم؟ بازمان گرداندند. نمیدانم چه شد، شاید هم بانو زلیخا به یاد همسر دلبندشان جناب پوتیفار افتادند. مراقب اوضاع باش، مخصوصا کاری ماما را زیر نظر بگیر. خبری شد به من بگو. خبری شده؟ من نگرانم، خطر در کمین است. بعضی ها نقشه های شوم در سر می پرورانند. غلط کردند؟ چه کسانی؟ از نیرنگ زنان هوسباز و دسیسه ساز باید به خدا پناه برد. پس ماجرا عاشقانه است. هر کسی عاشق جناب یوزارسیف شود، من رو حق میدهم، مقصر نیست. تقصیر جناب یوزارسیف است که سید دلها میکنه. گناهکار کسی است که ببیند و دل نبندد.
بس کن میمیسابو. به جد گفتم، آیا کسی حق ندارد عاشق زیبایی چون تو شود؟ زیبایی من شبیه پرنده خوشالها نیست که صوت دلنشینش مدام برایش اسارت گرفتاری به بار می آورد، اما گنجش به خاطر صدای معمولیش آزاد و رها به همه جا پر می کشد. نگران اسارت زندان هم نیست. اگر از دست خدایان من کاری برمی آمد حتما برایت دعا می کردم، اما گویا خدای خودت از همه تواناتر است. آری، خدای من قادر مطلق است، در این تردید نکن. اما نمیدانم چرا چندیست به من بی توجه شده. نه پیچی، نه پیامی، نه خوابی، نه الهامی. احساس میکنم میان زمین و آسمان سرگشته رها شدم. گاه هنگام تنهایی و خطر انسان نیازمند ریسمانی است که با آن چنگ زند، محتاج سرپناهی است که در ظل آن قرار گیرد. کاش پدرم اینجا بود. او راه مبارزه با دسیسه را خوب میداند. بانوی من، مگر نگفتم میخواهم تنها بمانم؟ یوزارسیف نزد عالی جناب پوتیفار رفت. اگر میخوای او را ببینی فرصت مناسب است. آینم را ببر. بالاخره مجبور شدی که هایا و سوفر را به شغل‌های سابقشان برگردن. با داشتن مسئولیت پیشکاری دیگر نمیتوانستم به شغل‌های پیشین خود کتابخانی و سفره‌داری هم بپردازم. اگر اجازه دهید گزارشی از کارهای روزانه را به عرض برسانم. ما تو را به پیشکاری خود منصوب کردیم که غم چگونگی اداره امور قصر را نداشته باشی. تو نیازی به عرض گزارش نداری.
ما به تو اطمینان داریم. امیدوارم لیاقت این همه اطمینان و اعتماد را داشته باشم. لیاقتش را داری، اگر نداشتی به این جایگاه نمی رسیدی. شانه اگر بر فرق سر می نشیند از آن روز که گره گشایی می کند. یوزار سیف هم در قصر مشکل گشاست و هم مورد اعتماد. عجیب است، زلیخا با آن غرور اشرافی که دارد معمولا از کسی تعریف نمی کند، چرا که خود مورد توجه همگان است. بیشک تو با برانگیختن تحسین زلیخا تحسین همه ساکنان قصر را نیز برانگیخته ای. من یقین دارم که یوزار سیف اکنون بر قلوب همه ساکنین قصر حکومت میکند. من خود را لایق این همه لطف نمیدانم و اگر کاری انجام گرفته ادای وظیفه بوده. اگر جناب پوتیفار اجازه دهند از حضورشان مرخص شدم. تو برای رفت آمد در این قصر نیازی به اجازه نداری. هر لحظه که اراده کنی میتوانی بروی یا بمانی. سپاسگزارم. اتفاقی افتاده؟ یوزار سیف پیش از این با ما مهربان و صمیمی بود، اما مدتی است که حتی نگاهش را از ما دریغ می‌دارد. اطمینان دارم هر چی که هست مربوط به شرم و حیای یوزار سیف است. و اینا کودک نیست. نگاه به چهره زنان زیباروی را دور از اخلاق و ادب میداند. من این رفتار او را اهانت تلقی میکنم. شاید بیم آن دارد که با نگریستن در چشمان زیبای زلیخا شیفته او شود. شما همیشه همه چیز را به مزاح میگیرید. من به جد گفتم. از تیر نگاه زیبارویان باید برحذر بود. رفتار زلیخا و یوزار سیف عادی نبود. آیا چیزی هست که من از آن بیخبرم؟ شب نزدیک است و من خستم. میخواهم استراحت کنم. کسی مزاحم نشود. شما استراحت بفرمایید. من اینجا هستم بانو. نیازی نیست. تو نیز میتوانی بروی. Thank you.
خداوندا، خودم را در پناه تو قرار میدم. من ضعیفم و در برابر فتنه های شیطان و وسوسه گر هیچ پناهی جز تو ندارم. همه یه توفیق من در اداره امور، محبوبیتم در جذب قلوب از ناحیه توست. از تو میخواهم که هیچگاه به حال خود رهایم مکنی. پروردگار من، مبادا که در تار پود این دام های گسترده گرفتار شدم و هیچ یاری کننده‌ای نداشته باشم. کودن، از جان من چه میخوایی؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ پوزش میتنم بانو، مرا ببخش، مجبور بودم. دیدید؟ نگفتم او خدایان ما را پرستش نمی کند؟ نگفتم او کافر است؟ باید کاهن بزرگ آنخماو و جناب پوتیفار را به اینجا آورد تا حقیقت را از دستی. اگر کلمه ای از ایمان یوزارسیف را جایی بازگو کنی و خطری برای جان او ایجاد کنی، خودم جانت را میگیرم. من یوزارسیف را زنده میخواهم، به ایمان او هم کاری ندارم. شنیدی؟ ولی بانو، من برای شما نگرانم. او ایمان شما را نابود خواهد کرد. اینها به تو مربوط نمیشود. اگر ندیمه من هستی، باید مطیع من باشی. اگر میخواهی به میل خود رفتار کنی، بگو تا تکلیفم را با تو روشن کنم. چشم، چشم. من نه چیزی از یوزارسیف دیدم و نه شنیدم. به شما اطمینان میدهم که حفظ راز کنم. خرفت کودن پیشنهادی دارد، گوش میکنید؟ چرا همانند یوزارسیف به خدایان خود پناه نمیبرید؟ چرا چاره کار خود را از آمون بزرگ نمیخواهید؟ درود بر بانوی بزرگ. چه شده این وقت شب؟ برای عبادت آمده ایم.
ای آمون بزرگ، در صورتی که یوزارسیف را به دست آورم، هدایا و نذورات زیادی را به پای تو نثار خواهم کرد. من جز تو خدایی ندارم، یاریم کن. من او را دوست دارم، او مال من است، زر خرید من است. کاری کن از فرمان من، اطاعت کنم. چی شده است بانوی بزرگ؟ این وقت شب آمون خواب است، نباید در این وقت شب برای ایشان مزاحمت ایجاد کرد. به شما قول میدهم در صورتی که دعا کنید تا حاجتم برآورده شود، هدایای زیادی تقدیم شما و آمون میکنم. صبح هم میشدیم تقاضا را از آمون کرد. این آمون را به امانت میبرم، میخواهم امشب با او ناز و نیاز کنم.